خوش آمدین ایزان به بخش نخست برنامه. آقای جواد صمیمی مهمان ما هستند که در مورد حقوق خانواده فال خانواده هستند، در مورد مصارف گزاف عروسی و صحبت ایره امرشون می داشته باشیم. آقای صمیمی خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین به برنامه. خیلی سپاس، سلام برای شما و سلام برای بینندگان عزیز شما و خیلی ممنون که ما را دعوت کردین. سلامت باشید. لطف میکنم. آقای صمیمی اگر در شروع در رابطه با خود ازدواج یک تعریفی داشته باشین خیلی خوب میشه، بعد از او باز روی مصارف گزاف عروسی میریم. خب در جوامع به خاطر از اینکه تشکیل خانواده صورت بگیره و این جوامع بتانه بیشتر شود تعدادشان، ازدواج یک امر معمول است، خصوصا در دین اسلام مردم را مسلمانان را اینا گفتن که باید ازدواج بکنن و در بحث جوامع بشری و در اجتماع بحث ازدواج که مطرح میشه، اینجا مسائل خیلی مهمتر دیگه مربوط به این موضوع است. بعضی ها ازدواج را فقط امو بستن نکای دو فرد امو دختر و پسر میدانند، ولی بحث های خیلی بزرگ دیگه اینجا مطرح است. بدبختانه این فرهنگ رفته رفته در مدت زمان به یک چیز بسیار عجیب و غریب تبدیل شده، به یک هیولا، هرچند خیلی یک موضوع میتونه خیلی ساده هم باشه در قسمت اجراییش، ولی آمده امروز یک مشکل جدی را برای اجتماع به وجود آورده که همون مصارف گزافش است. بله دقیقا فرمید. خیر ادامه بدین، ما باز صحبت بعدی میگیریم. دقیقاً. خب قسمی که شما گفتین یک امر خیلی طبیعی است در تمام جوامع و میخوایم بگیم که شاید در بین مردم امی دست مراوچایی که وجود داره و یا چیزی که قانونی است مهر زن است یا بعض مصارف دیگه است تحریف شده در بین مردم که حالا تبدیل شده به خیلی یک مصارف گزافی که میتونه صدمه برسانه به هر دو طرف. دلیلش در کجا است به نظر شما؟ ما چند موضوع را میتونیم که دلیل عمده ازی بشماریم. یک تعداد مردم از گذشته ها فکر میکنن اینی خوب یک فرصتی است که بتونیم یک چیز آید بکنیم. ای از امو ناگاهی و از امو نافهمی یک تعداد مردم است و اینمی مسئله باعث شد که از گذشته ها تا به امروز ای به یک فرهنگ مبدل شود. امروز خوشبختانه ما شاید هستیم که همگی پیشرفت کرده، جوان ها تمام مسائل آگاه هستند، ولی مشکل جدی که وجود داره فامیل های از این هستند، پدر ها و مادر ها که اینا از امو قرن های گذشته ما هستند. ما در بسیاری موارد شما هم شاهد هستین، رسانه ها همیشه بیره گزارش داده که جوان ها فرار کردن از کشور یا به مشکلات امنیتی که بیشتر میشه یا دزدی که در شهر میشه. در اگر شما با پلیس هماهنگ باشین، اگر از اونا بپرسین بیشتر کسایی که دستگیر شدن دلایل ریشه مشکلات اقتصادی را گفتن و بیشتر که تحقیق صورت گرفته ریشه شما پیدا کردیم که به خاطر ازی بوده که ما بتونیم 4 لک پیدا قلین پیدا بکنیم، بتونیم 8 لک پیسه که در ازدواج ما مصرف میشه او را پیدا بکنیم و هزاران و هزاران هزاران گپای دیگه. یک پسر میخواد ازدواج بکنه، در قدم اول اگر شما بین این مراحل خواستگاری و چنانش هم در نظر بگیرین و این مصارفاتش را سنجش بکنین، نظر به فرهنگی متوسط مردم که به اوسط مصارفات اینا دارن، در خواستگاری از اینا از امو پتنوس را که به اونا میبرن شما فکر بکنین و چند بار دیگه که میرن باز لبس گیری میگن، به فکر میکنم باز شیرینی خوری است، باز خینه و هنا است، باز نوروزی و ایدی و براتی و شیرینی و چطور و چنان، باز یک چند نامای دیگه هم دارن برای فامیل های از اونا، برای کاکاش و برای مامای دختر باید اونا تحفه ببرن. این تمام از این چیزها را وقتی یک کس فکر میکنه، یک جوان آشوب میگیره، یک رقم هیجانی میشه و هیجانی به دلیل از اینکه سراسیمگی برش پیدا میشه و این پول از کجا شوه، این مصارفات از کجا شوه. این یک رای حل و یک راهکار خیلی دراز مدت نیاز داره و این راهکار میشه که با همکاری خود مردم و با همکاری خود امامان مساجد، با علمای دین این را تحریزی بکنن، ریاضی کار بکنن. بله آقای صمیمی، بیاین روی پیامدهای منفیش گپ بزنیم که چقدر میتونه پیامد منفی داشته باشه وقتی با مصارف خیلی زیاد دو شخص ازدواج میکنن و من مطمئن هستم که خیلی قرضدار میشن و مجبور میشن که یک مدت خیلی طولانی تمام قرضی را که گرفتن پرداخت بکنن و زندگیشون مطمئنن که با مشکلات زیادی روبرو میشه. چقدر میتونه که به هر دو طرف صدمه برسونه؟ ما هرچند در صحبت های قبلی خود خیلی عمومی صحبت کردم، ولی اگر بیایم بسیار واضح روی هر موضوعش بحث بکنیم، یک از پیامدهای منفیش خب پیامد اجتماعی است که کل اجتماع را
ضربه میرسانه و وقتی یک نفر اینی مشکلات باعث میشه که یک رای منفی و منحرف را انتخاب میکنه، به گونه مثال دوستی، به گونه مثال یک صدها رای دیگه، اولا اینکه جامعه را متاثر میسازه، مشکلات جدی را برای جامعه به بار میاره. بعد از او فکر بکنین که حالا این نفر کاروبار نسبتا متوسط داره، خوب است، میشه که زندگیش برابره، اما وقتی مسئله ازدواج به میان میاد و اینا مجبور بشن قرض میکنن، قرضدار میشن، زندگی دو طرف بدون شک خراب است. بعد از ازدواج اینا به فکر از این نیستن که چگونه زندگی بکنن، چگونه اولادای خود را بزرگ بسازن، به فکر از این میشن که از کجا پول پیدا بکنن تا قرضی خود خلاص بکنن، غذایشان تنظیم بکنن. و یک بدبختی دیگه هم ما شما در اجتماع ما داریم که دختر خانم ها یک لباس در یک محفل پوشیدن در دیگه محفل نمی پوشن، یک دو محفل شد تایران میمونه که خانم خود بلش در دیگه محفل لباسش از کجا پیدا بکنه. این یکی از مشکلات خیلی خیلی اساسی است. و خود مصارفات ما نمیشه که تنها بگیم طرف دختر در این مسائل ملامت است و همیشه مصارفات زیاد را دخترها خودشان باعث میشن، فامیل دختر. ما در بسیاری موارد دیگه شاهد هستیم که خود آقایان هم بعضی ها خیلی پولدار هستند و اونا خیلی کوشش میکنن که مصارف زیاد را تنظیم بکنن تا اینکه برای دیگران نشان بدن و این باز یک فرهنگ دوباره یک ذره این را تقویت میکنه دیگران، یک ذره چیز میگن که همون گپ هم چشمی میشه، این گپ هم چشمی به وجود میاد. در یک بحث دیگه اگر ما فکر بکنیم، اگر بیایم باز مقایسه بکنیم که آیا مردا زیاد مصرف میکنند در یک عروسی یا خانما، مرد بیچاره خب با یک ساعت و یک چله کفایت میکنه، ولی خانما را مجبور هستن که برای دخترها یک سیت اتمن دو بگیرن، چوری اتمن بگیرن، که خود از یکی از مصارفات عمدهش است. اگر بیایم از لباس روز عروسی فکر بکنیم، مرد خودم یک کرتی پتلون یا دو کرتی پتلون قناعت میکنه، در دختر خانم مجبور هستن سه جوره چهار جوره نه رو تنظیم بکنن که هر کدام از 30,000 و 40,000 افغانی مصرف داره. اینی چیزا اگر ما بتونیم از این کوچک کوچک آیسته آیسته ایره از بین ببریم، مثل که ما در گذشتات مراسم تخت جمعی داشتیم که برای بعد از ازدواج یک روز یا دو روز بعدش یک مراسم دیگه می گرفتن، همه گی جمع میشدن یک حال و هیاهو، اینی آیسته آیسته از بین رفت. امروزا در مراسم های ازدواج یا عروسی در اخیرش میگن مراسم تخت جمعی است و خلاص میشه. ما این قسم اگر بتونیم شیرینی خوری هم به این شکل یک رای برش جور بکنیم و هم از بین بره و بعضی مصارفات دیگه هم قسم کاهش پیدا میکنه و این مشکل کم میشه. و دقیقا پیامت های شینمی است که به زندگی خود رسیدگی کرده نمیتونن، اولاد خود درست تربیه کرده نمیتونن، فکرشان تیت و پراگنده میباشه، همیشه فقط فکرشان به می است که چگونه دو افغانی پیدا بکنن تا یکی از مشکلات زندگی خود حل بسازن. شاید بازشان فردا پیش یکی درا شوه ایربایی و ایربایی این قسمی زندگیشان گد و وقت می باشن. دقیقا و همیشه که در اخیر از شما پیامی را داشته باشیم به خانواده های کملی از امینین ده برنامه ما هستن. یک پیام گفته نمیشه ولی یک خواست گفته میشه، هم از حکومت، هم از مردم، هم از علمای دین، هم از جوان ها، هم از فامیلا، در کل از همگی، ای که تا روی یک مشکلی که او خیلی جدی است و یک مشکلی که خیلی ریشه دوانده حتی در بین توده های کوچک از مردم، به خاطر حل از این نیاز است که همگی همدست هم فکر شوند و این همدست و هم فکر شدن خیلی دشوار است، بسیار به سختی میشه اینا را هم فکر و همدست بسازیم. فقط علمای دین میتونند که مردم را خوبتر در این قسمت راهنمایی بکنند تا اینکه اونا اندکی از بود دینی مردم بیا این مسئله را جدی بگیرن و از بود اجتماعیش بتونیم از آدرس نهادهای مدنی، از آدرس فعالین حقوق خانواده و حقوق زن، ریاست امور زنان، این نهادهای بین المللی و خصوصی بیان در این قسمت کار بکنن، میشه این مشکل از بین برن. و خاص ما می است که توجه بکنن با اینده دخترشان، با اینده فرزندشان، با اینده دامادشان، با اینده عروسشان. خیلی ممنون از شما. میان برنامه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم.